او چاکلت چپی کوکیز، دقیقا همین چاکلت چپ کوکیز یا بیسکویت چیپس شکلات محبوب ترین بیسکویت برای لیانا خانم هست. و درست کردن این بیسکویت در خانه فوق العاده ساده هست، در حدی که یک بچه 5-6 ساله هم میتونه انجامش بده. برای درست کردن این کوکی ابتدا کره رو درون ظرف میریزیم. کره باید به دمای محیط رسیده باشه. شکر رو هم درون ظرف میریزیم. حالا بهش وانیل رو اضافه میکنیم. مخلوط کره و شکر و وانیل رو با هم دیگه هم میزنیم تا کره مانند بشه. میتونید از استند میکسر استفاده کنید و یا همزن برقی دستی و یا حتی ویسک و یا اینکه اصلا با قاشق هم بزنید. حالا تخم مرغ رو بهش اضافه میکنیم و مجددا هم میزنیم. آنچه در این مرحله داریم مشابه یک کرم هست، یعنی باید کره و شکر و وانیل و تخم مرغ رو اینقدر خوب هم بزنیم که مثل یک کرم بشه. حالا مخلوط آرد و بیکینگ پودر رو در 3 مرحله بهش اضافه میزنیم و هر بار به خوبی هم میزنیم تا کاملا مخلوط بشن. حالا قسمت دوم از ترکیب آرد و بیکینگ پودر رو بهش اضافه میکنیم و باز هم به خوبی هم میزنیم. مهم نیست که از چه دستگاهی استفاده میکنید یا با دست هم میزنید، فقط باید خیلی خوب هم بزنیم. حالا قسمت آخر از آرد و بیکینگ پودر رو هم بهش اضافه کرده و دیگه تکمیلش میکنیم. با یک اسپاتولا قاشق سیلیکونی و یا قاشق چوبی خمیر رو از دیواره یه ظرف جدا کرده و میریم سراغ چیپس شکلات که ستاره اصلی بیسکویت همون هست. و یک قناد ماهر همیشه مواد اولیه رو باید بچشه، مخصوصا اگر شکلات باشه، اونم از جنس چیپس شکلات. بسیار خوب، آخرین مرحله یعنی چیپس شکلات رو هم اضافه میکنیم. چیپس شکلات ها رو درون خمیر ریخته و بعد با قاشق چوبی یا قاشق سیلیکونی اسپاتولا هم میزنیم تا کاملا مخلوط بشن. اگر به چیپس شکلات دسترسی نداریم میتونید از شکلات معمولی استفاده کنید، یعنی شکلات تخته‌ای رو خرد کرده و تبدیل به قطعات شکلات بکنید و اون وقت در کوکی ها ازش استفاده کنید. برای اینکه کوکی ها یک شکل باشن، بهترین راه استفاده از آیس کریم اسکوپ یا قاشق بستنی زنی هست. این ابزار معمولا برای اسکوپ کردن بستنی ازش استفاده میشه، ولی خب ما در کاپکیک ها و کوکی ها برای اینکه یک اندازه در بیان ازشون استفاده میکنیم. حالا اگر ناخنک زدن بهمون اجازه کار کردن بده، روی خمیر بیسکویت ها رو با چند تا دونه چیپس شکلات تزیین میکنیم. فر باید از قبل کاملا گرم شده باشه، یعنی همون ابتدا باید فر رو روشن کرده باشیم تا اینکه تا الان دیگه کاملا گرم شده باشه. حالا سینی رو درون فر قرار میدیم و اجازه میدیم تا کوکی ها بپزن. چکل چیپ کوکی از معروف ترین کوکی های دنیاست و فوق العاده خوشمزه است، اصلا نیاز به تعریف نداره. تنش چطوره؟ میام دست در نکنه مامان، خیلی کوکی خوشمزه دوست کردی. چاکلیت چیپ و آخریشم فر. همزن و آخرشم دخمه رو نگفته بودی؟ اینجاش کرانچیه. آره دارش کرانچیه. یکی رو که پختیم این یه مقدار چیزه، هنوز داغه. من میخوام داخلش رو نشون بدم اگه زوم بشه. این داخل کرانچیشه. یام Mm-hmm.
Yummy. Oh. Yummy.